اگر تمامی جلوه های ویژه هالیوود برداشته شود، فیلم ها واقعا چه شکلی هن؟ سلام دوستا، در دوران قدیم چیزی که در صحنه فیلم برداری می دیدید با چیزی که در فیلم نهایی می دیدید تقریبا مشابه بود، اما حالا که تکنولوژی امروزه به ما قابلیت گرافیک های کامپیوتری داده است، تنها چیزی که با آن نیاز است یک پرده سبز و تعدادی تجهیزات است و به همین دلیل صحنه های فیلم برداری فیلم های امروزه کاملا با چیزی که در فیلم نهایی می بینید تفاوت دارند. در اینجا چند ویدیو کلیپ بدون جلوه های ویژه می بینیم تا ببینید در واقع به چه صورت بوده است. گودزیلا. صد البته که گودزیلا کاملا گرافیک کامپیوتری بوده است، چرا که استفاده از یک مرد با لباس گودزیلا این روزها نمیتواند حق مطلب را ادا کند. اما در کنار گرافیک های کامپیوتری واضح و بدیهی، گرافیک های استفاده شده است که حتی ممکن است شما را غافلگیر کند. برای مثال زمانی که ارتش در لبه خلیج قرار دارند و سعی میکنند به هیولا حمله کنند، در آنجا هیچ چیزی نیست، تنها یک پرده سبز و یک حصار و تعدادی سرباز. زندگی پای. در این فیلم میبینیم که پای بیشتر زندگیش را در یک قایق میگذراند و بله درست است، یک ببر هم در کناری است، هرچند که دریایی وجود ندارد و ببری هم نیست. تقریبا تمام فیلم در مقابل یک صفحه آبی فیلم برداری شده است و ببر هم به طور کامل گرافیک کامپیوتری بوده است، هرچند که برای صحنه های نزدیکی که در آن پای مجبور است به طور فیزیکی با ببر ارتباط داشته باشد، آنها باز هم از ببر استفاده نکردند. آنها از یک عروسک استفاده کردند که چشم هایش خیلی ناشیانه نقاشی شده بود. گرگ وال استریت. ممکن است فکر کنید از آنجایی که فیلم بر اساس یک داستان واقعی ممکن است نیازی به صحنه‌ای با کلاس و پر زحمت نباشد، اما این فیلم پر است از این صحنه ها. برای مکان‌های خارجی که شخصیت‌ها با آنجا سفر می‌کنند مورد استفاده قرار گرفته بود و برای بزرگ کردن خانه‌های ساحلی که در آن مهمانی می‌گرفتند و البته برای موارد واضح‌تر دیگر مانند راه رفتن یک شیر در میان اداره. بله. جاذبه. این فیلم اتفاقا به طور کامل در مقابل پرده سبز فیلم برداری نشده است، بلکه در مقابل تلویزیون ها فیلم برداری شده است برای به دست آوردن نورپردازی مناسب روی صورت بازیگران. اما بله، اکثر صحنه ها توسط کامپیوترها ایجاد شده است و همچنین بعضی از تجهیزات و کنترل هایی که تصور میکنید که بازیگران در حال استفاده از آنها هستند حتی در آنجا وجود ندارند. مطمئن نیستم که این کار هوشمندانه است یا تنبلانه. بتمن در مقابل سوپرمن در طلوعی عدالت. بیشتری صحنه های گاتم سیتی توسط گرافیک کامپیوتری تولید شده است و از آنجایی که این یک شهر ساختگی است انتظار جزی نمی رفت، اما چیزی که عجیب است این است که آنها از گرافیک کامپیوتری برای لباس بتمن استفاده کردند تا بازیگر بتواند آزادانه تر به اطراف حرکت کند و در بسیاری صحنه های نبرد حتی خود بن افلک مبارزه نمی کرده است، تنها یک بدل بوده است. سن اندرساس. تعجبی ندارد که فیلم سن اندرساس فاجعه در رابطه با یک زلزله نابودگر در لس آنجلس به جلوه های ویژه بسیار زیادی نیاز داشته است. به همین دلیل تولید کننده ها مجبور به دعوت از شرکت های هیدرولیک، سیناساید، ایمیج انجن، اسکین لاین وی اف اکس و متد استودیوز شدند تا کار به موقع کامل شود. به گفته ایمیج انجن، واقع گرایی تصویر اصل اول جلوه های ویژه است، چیزی است که هر هنرمند جلوه های ویژه به دنبال آن است. در گذشته واقع گرایانه ترین روش درست کردن یک گلدن گیت در سایز کوچک و غرق کردنش با سطل های آب می بود، اما این روزها عموم بیننده ها می توانند تشخیص دهند اگر آب در یک مقیاس اندک باشد. به همین دلیل هم واقع گرایی تصویری مهمترین چیز است. زمانی که برای مشخص کردن زاویه دوربین ها تصمیم می گرفتند بسیار وسوسه شده بودند تا از میز های متحرک فیلم برداری استفاده کنند که در دنیای مجازی به فیلم برداری می پردازند تا این گونه صحنه های فوق واقعی را به نمایش بگذارند، اما تصمیم گرفتن تا از دکل ها و میز های متحرک فیلم برداری واقعی استفاده کنند تا به صحنه های حتی حس واقعی گرایانه تری اضافه کنند. کاپیتان آمریکا جنگ داخلی.
این فیلم از هزاران پرده سبز استفاده میکند، حتی برای مکانهایی که ممکن است فکر کنید اصلا با آن نیازی ندارد، مانند صحنه نبرد میان گروه مرد آهنی و گروه کاپیتان آمریکا که در یک فرودگاه رخ میدهد. واقعا فرودگاه جایی است که نیاز است با گرافیک رایانه‌ای تولید شود؟ ظاهرا که اینطوری است. اما صحنه ای که در آن کاپیتان آمریکا با دست خالی مانع از بلند شدن هلیکوپتر می شود بیشتر با عقل جور در می آید، چطور که آن صحنه در یک مقیاس زمینی انجام شده بود به جای آنکه در بالای یک پشت بام خطرناک ضبط شود. دنیای جوراسیک قطعا این فیلم به طور گسترده وابسته به گرافیکی رایانه‌ای است، چرا که دایناسورها منقرض شدند و پوشیدن لباس دایناسورها توسط بازیگران خب همه ای ما میدانیم چطور از آب در میآید. پس در نتیجه بسیاری از صحنه ها به طور کامل با صحنه های درون فیلم ها تفاوت دارند. در بسیاری صحنه هایی که در آن دایناسور وجود دارد بازیگران مجبور بودند تصور کنند که چیزی روبرویشان است و در باقی صحنه ها که برای مثال شامل رپتورها میشود آنها از بازیگران استفاده کرده بودند که کلاهای با مزه ای به سر داشتند و سنسورهای حرکتی با آنها متصل شده بود تا بتوانند روی آن کار کنند و انگار که درست کردن تمامی دایناسورها با گرافیک کافی نباشد، حتی صحنه ها و مکان ها هم توسط گرافیک کامپیوتری تولید شده بود تا بیشتر خارق العاده به نظر بیاید. وارگرافیت دنیای حماسی وارگرافیت بازی ویدیویی فوق العاده مشهور بلیزارد در سال 2016 توسط توانایی های صنعتی و جادو به واقعیت تبدیل شد. خوشبختانه مدیر جلوه های ویژه این پروژه بیل وستنفار در گذشته زمانی که دنیای وارگرافیت تنها یک نسخه ابتدایی بود به این بازی معتاد بود، به همین دلیل تصمیم داشت تا در حق شرکت ساکا سنگ تمام بگذارد. البته تکنولوژی ضبط حرکت تنها راه رسیدن به این هدف بود و از آنجایی که کارگردان دانکن جونز می‌خواست تا جای به تجربه لایو اکشن برود، گروه تولید صحنه های ضبط حرکت را با استفاده از مشاهده همزمان فیلم برداری کردند تا بازیگران بتوانند خودشان را به صورت اورک ها در فضای فانتزی داستان ببینند. نظرتان در مورد این صحنه ها چیست؟ به نظرتان کاملا متفاوت بودن؟ در بخش نظرات برایمان بگویید که چی فکر میکنید؟ اگر میخواهید روزانه ویدیوهای محبوب را ببینید مشترک شوید. تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.